سلام، من آرزو به همراه امیر با یکی دیگه از برنامه های نبعدان با ما باشید. در این برنامه قصد داریم به بررسی زندان زنان بپردازیم. در این قسمت برنامه من قسمت دوم فیلم لحظه های آخر که در رابطه با تجاوز به دختران باکره قبل از اعدام هست و آماده کردم. بازجوها دفاع میکردن، توابا دفاع میکردن. مثلا اینی که معلومه وقتی که بخواین، مثلا بازجوی خود من گفت یا به عنوان یه مارکسیست شب اول به من گفت وای میسی سر موزن دفاع میکنی و بلافاصله اعدام میشی، یا اینکه آدم میشی تواب میشی. لحن تهدید داشت دیگه که مثلا تو حالا فقط مرگ که نیست مثلا بمیری. قبل از اعدام که دختران باکره به عقد برادر پاسدار، یه برادر پاسدار رو تجاوز اصلا حرف نمی زدن، اینا می گفتن عقد. که من یادم ما بحث می کردیم با تمام، گفتم یعنی چی عقد؟ عقد یعنی این که تو بری بگی من تو رو دوست دارم، تو منو دوست داری، با هم ازدواج میکنیم، یعنی چی عقد؟ گفت نه این قانونیه، اون به چیز نمی کنه، به عقد در میاد، محرم میشه، اینا فلان میشه. این توابع دفاع میکرد از این. مثلا من تعجب میکنم بعد مثلا میشیندم بعد از زندان یا خارج زندان که مثلا کسی خبر نداره، به خاطر که هم کسی که جرمو داره مرتکب میشه ازش دفاع میکنه، هم توابی که داره اون رو برای من از نظر ایدئولوژی و چی میگه از نظر چیز داره برای من مثلا باز میکنه که این مثلا جنایت نیست، این مثلا تجاوز نیست، این عقد. کسی که اومد اون موقع رئیس زندان بود، اسمش بعدم بعدها به بازجو تبدیل شد، سربازجو شد و بعد رئیس اطلاعات استان گیلان شده بود، به اسم حسین عابدی. کتبی نوشتیم بهش دادیم که دختران باکره رو اعدام نمی کنیم ما، در حالی که مثلا دختران باکره هم اعدام میشن. که بعد اون جواب داد که مثلا رو جواب داد که نه، ما دختران باکره رو درست شنیدین، شما دختران باکره رو اعدام نمی کنیم. قبل از اعدام کسی که بخواد اعدام بشه قبل از اعدام باید حتما ازدواج بکنه و بعد به عقد برادری در بیاد. مهناز یوسف زاده موقع که اعدام شد 8 آذر 1361، 21 سالش شد، با کسی که میخواستن ازدواج بکنه دستگیر شده بود که اون اعدام شد، اون زودتر اعدام شد، بهار اعدام شد، اون فرار کرد، یه دفعه دوباره دستگیر شد تو بهار اردیبهشت ماه بود فکر کنم، ولی تاریخش یادم نیست. ولی من تو انفرادی باش صحبت کردم، ما تو بند بودیم، بند ما روبروی انفرادی اون بود. من تو هم موقع هواخوری با زبان خودش به من گفت، دادستان بهش پیشنهاد ازدواج داده بود، گفته بود که اگر تو فقط نمیخواد اصلا هیچ، فقط تو توبه علکی بکن، من بهت علاقه مند شدم، میخوام باهات ازدواج بکنم، ولی این نپذیرفت. مادرش اینا اومده بودن برای ملاقات، بعد یه پاسداری جعبه شیرینی میبره بهشون تو ملاقات، که اومده بودن ملاقات، اینا رو دعوت میکنه توی یه جعبه شیرینی بهش میده. حالا پاسدار نگفت پاسدار، گفت یه کسی گفته بود که حلالم کنید، من با دخترت ازدواج کردم. بعد مامانش هم گفته بود که اصلا نمیدونستم چی کار بکنم، خیلی یخم زد، ولی فقط تونستم، نمیدونم با چه جرأتی، باباش که اصلا نمیتونست حرف بزنه، ولی من با چه جرأتی گفتم وقتی حلالت میکنم که جسدش رو به من تحویل بدی. که بعد رفتن و چیز کنش جلشی میرم همونجا گذاشتم، رفتن و بعد جسد رو گفتن که بعدا بیا جسد رو تحویل بدید. بعد از چند روز دیگه الان یادم نیست که بعد از چند روز گفتن که جسد رشت چیز داده بودن که عکس گرفته بودن. من عکسش رو دیدم، با تجاوز قرار گرفته، معلوم بود که تلاش کرده بود که برای چیز تمام، حالا یا تجاوز شده بود یا نشده بود، ولی با تیراندازی کرده بودن به بدن. شهین ما
عمر 67 ازدواج نکرده بود. شاهین هم یه جعبه شیمی به مادرش داده بودن که گفته بود که من قبل از اعدام من با دخترت ازدواج کردم. نمیدونم تو انزلی اعدام کردن یا رشت اعدام کردن، ولی گفتن آره بهشون چیزم دادن، سنگ قبرم دادن تو انزلی. به من تجاوز شده. میرفتیم قبرستون، از اون برم میرفتیم هم سر قبر دخترش، قبرش هم سنگ داره. با قول خود اون یه جایی درست کرده بودن برای مجاهدهاش، خوشته بودن نمیدونم کافرستون و یه همچین. من از زبون خود پدر یه شهید خدا شده، نه یک کلمش کم نه یک کلمش دیگه. گفتگو این هفته با شیوا گنجی، فعال سیاسی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان هست که در رابطه با وضعیت زندان زنان تو ایران با هم دیگه گفتگو داشتیم. شیوا گنجی سلام میکنم به شما و به برنامه نه به اعدام خوش آمدید. سلام عرض میکنم، خسته نباشی، در خدمتتون هستم. خانم گنجی، شما به عنوان روزنامه نگار و فعال حقوق زنان یه توضیح کوتاهی در رابطه با اینکه زنان عمدتاً با چه اتهاماتی و با توی چه شرایطی توی زندان ها نگهداری میشن برای بینندگان ما یه توضیح کوتاهی بفرمایید. بیشتر اتهاماتی که زنان در زندان های ایران محبوس هستند قتل، مواد مخدر، کلاهبرداری، خانه فساد و روابط نامشروع، دزدی، جیب‌قاپی سیاسی در زندان‌ها محبوس هستند. متأسفانه شرایط زندان‌های ایران
مناسب نیست و حقوق اولیه یک زندانی در اون رعایت نمیشه، مخصوصا بند زنانی که یا بند مادران، بهتره که بگم بند مادرانی که همراه کودکان خود هستند. بله، بفرمایید در کدوم شهرها زندان زنان هستش توی ایران؟ عمدتا در بیشتر شهرها، مخصوصا کلان شهرها، بند زنان وجود داره: تهران، برامین، مشهد، شیراز، اصفهان، سنندج، تبریز، ارومیه، کرمانشاه، خوی، بندرعباس. در حال حاضر من آمار اینا رو دارم و بدترین شرایط زندان بند زنانی که داره زندان قرچک برامینه. بله خانم گنجی، با توجه به اطلاعات شما از شرایط زندان ها، اگر میشه یه توضیح مختصری راجع به شرایط و امکانات زندان زنان توی شهر ری، منظورم قرچک و برامین هست، در رابطه با شرایط نگهداری زنان توی این زندان ها برای بینندگان ما یه توضیحی بفرمایید. زندان قرچک یا ندامتگاه قرچک که در بین خود زندانیان و فعالین حقوق زنان و حقوق بشر بیشتر به کهریزک دو شناخته شده، پیشتر مرغداری بوده که از اردیبهشت سال 90 این ندامتگاه تبدیل به ترک اعتیاد زنان کردند، کمپ ترک اعتیاد زنان کردند و از اون سال و اردیبهشت انتقال زنان از زندان اوین و رجایی شهر به زندان قرچک شروع شده و به دیدگاه خود مسئولین زندان به تبعیدگاه زندانیان زن سیاسی هم تبدیل شده. کلا ندامتگاه قرچک شامل 10 سالانه که به دو قسمت تبدیل میشه: اندرزگاه و قسمت مشاوره. سالن 1 تا 4 که اندرزگاه گفته میشه جز بدترین و پرجمعیت‌ترین بندها محسوب میشه که متاسفانه تمام خلافهای زندان در این سالن کاملا آزاده از مصرف مواد، خودزنی و وسایلی که در زندان زندانی اجازه و حق داشتنش رو نداره، مثل لیوان شیشه‌ای، قاشق فلزی، لوازم آرایش، قیچی و چاقو در این سالن وجود داره. بقیه بندها که جز سالن مشاوره به حساب میان، شرایطشون بهتر و به مراتب نرمالتر از اندرزگاه هستن که بچه ها خودشون میگن برای ورود به سالن مشاوره باید زندانی از یک سری فیلترها عبور کنه تا بتونه وارد بند مشاوره بشه، مثلا مصرف مواد نداشته باشه، خودزنی در پروندهش وجود نداشته باشه و امثال چیزهایی که در زندان غیر قانونی و غیر مجازه. و اما سالن 8 که به بند مادران معروفه شامل 30 مادره که از بین این 30 مادر 10 مادر هم اکنون باردار هستن و 20 مادر دیگه که همشون یک بچه دارن، از 2 یا 3 روزه شروع میشه تا 3 ساله در این زندان، در این سالن وجود داره. شرایط بهداشتی و تغذیه ندامتگاه خیلی نامناسبه. آب گرم برای حمام وجود نداره مگه در شرایط خاصی. آب آشامیدنی زندانیان شوره. کل ندامتگاه قرچک 12 سرویس بهداشتی داره. سالن 1 تا 4 8 حمام داره و سالن مشاوره که به نسبت اندرزگاه جمعیتش کمتره 4 حمام داره. امنیت جانی و اخلاقی در زندان اصلا وجود نداره. ایدز و هپاتیت متاسفانه در قرچک بیداد میکنه. مواد مخدر مخصوصا شیشه به وفور در سالن 1 تا 4 میتونه زندانیان تهیه کنن. آخرین آماری که از زندان قرچک به بیرون درس پیدا کرده، هلوهوش 1000 تا زن در این زندان محبوسن. متاسفانه قرچک هوای زمستونهای فوق‌العاده سرد و تابستونهای گرم و سوزانی داره. زندانیانی که در سالن 1 مشاوره در این سالنی وجود داره به اسم اجرای احکام که محکومین به اعدام در این سالن نگهداری میشه، در طول شبانه روز بیشتر اوقاتشون یا در خواب هستند یا اگر بیدار هستند به صورت یه تیکه گوشت یا ایزوله به خاطر مصرف داروها و قرصایی که مسئولین زندان بهشون میدن، که متاسفانه شنیده شده این داروها دارویی است که به سگ داده میشه، به این زندانیان میدن. بهداری زندان هیچ گونه رسیدگی به وضعیت زندانی نمیکنه، مخصوصا اینکه زندان قرچک مادران باردار در اون هست. هیچ امکاناتی برای این مادران وجود نداره. زمانی که یه زندانی متاسفانه دچار مشکل یه سرماخوردگی ساده میشه، باید ثبت نام کنه و ممکنه این ثبت نام یا نوبت رسیدنش 1 روز، 10 روز یا 1 ماه طول بکشه. در طول سال
سه ماه یک بار دندون پزشک اونجا مراجعه میکنه، 6 ماه یک بار چشم پزشک، کل هزینه چشم پزشک و دندان پزشک خود زندانی باید پرداخت کنه. یعنی زندانی که در کارت ثمینش پولی وجود نداشته باشه عملا باید در زندان بمیره. هیچ رسیدگی متاسفانه به این زندانیا نمیشه. این گزارشی بود در مورد زندان قرچک. خانم گنجی، قبل از اینکه سوال بعدیم رو ازتون بپرسم، الان توی توضیحاتتون فرمودین که در صورتی که زندانیان احتیاج به دندون پزشک و یا دارویی داشته باشن باید هزینه‌اش رو خودشون پرداخت بکنن. این هزینه ها رو خانواده های زندانی ها براشون میارن یا به چه صورتی هستش؟ متاسفانه در زندان قرچک به جرأت میتونم بگم که 90% از زندانیان توان مالی خریدن حتی آب معدنی، آب شیرین رو ندارن. خانواده ها بهشون برای ملاقاتشون نمیرن و تمام دنیای این زندانیا همون تختیه و همون جایی که میخوابن. یه سری از زندانیا داخل زندان کار میکنن، بابت کاری که انجام میدن حق دستمزدی پول نمیگیرن. 20 دقیقه تایم تلفنشون نسبت به زندانیای عادی بیشتره و این 20 دقیقه تایم تلفنشون رو معمولا بچه‌ها میفروشن و از راه همین پول کمی که به دستشون میرسه امرار معاش میکنن. وگرنه معمولا زندانیای عادی متاسفانه نه خانواده نه بیرون از زندان پولی به دستشون نمیرسه. درسته. آخر سوالم از شما این هستش که جرایم و اتهاماتی که زنان توی ایران در رابطه با اون اعدام میشن چه جرایمی هست معمولا؟ بیشترین جرایمی که متاسفانه زنان در ایران اعدام میشن قتل و مواد مخدر بوده. یک مورد سنگسار داشتیم به کمک سازمان حقوق بشری اجرا نشد و این خانم تونست از زندان آزاد بشه. ولی در سالهای اخیر ما 2 زندانی کرد داشتیم که یکی شیرین علم‌پلی بود و یکی زینب جلالیان که به خاطر فعالیت‌های سیاسیشون هر دوشون به اعدام محکوم شدن. که متاسفانه در مورد شیرین در تاریخ 19 فروردین 89 با چند تن دیگه از زندانیان سیاسی اعدام شدن. ولی در دادگاه تجدید نظر حکم زینب جلالیان شکسته شد و به ابد تبدیل شد و در حال حاضر در زندان خوی در شرایط نامناسبی داره زندگی میکنه که 90% از 100% یکی از چشماش و بیناییش رو از دست داده و چشم دیگرش متاسفانه 90% احتمال نابینا شدن رو داره. بله. شیوا گنجی، تشکر میکنم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین و به برنامه نبعدام اومدین. ممنون و سپاسگزارم از وقتی که به در اختیار من گذاشتی. موفق و سربلند باشی. متشکرم. سال نوت رو هم بهتون تبریک میگم. امیدوارم که سالی هم سرشار از موفقیت باشه برای شما و خانواده گرامیتون. ممنون و سپاسگزارم همچنین و امیدوارم در این سال از جمعیت زندانیان سیاسی منکم بشه و سالی آزاد برای همه عزیزان باشه. خسته نباشید. مرسی که با ما بودید. شماره تماس و آدرس ایمیل پایین صفحه هست. نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون رو برای ما بفرستید. من آرزو به همراه امیر و آرش راجی در اتاق فرمان هفته خوشی رو براتون آرزو می‌کنم.